سطح زمین در مجموع نزدیک به 500 میلیون کیلومتر مربع با محیطی بیش از 40 هزار کیلومتر در خط استوا و جمعیتی نزدیک به 8 میلیارده. با این حال همونقدر که این اندازه ها ممکنه برای ما انسان ها بزرگ به نظر برسه، با مقایسه با جهان مطلقاً هیچ چیز نیست. کیهان به طور غیر قابل درکی بزرگه و هیچ توافق روشنی حتی بین دانشمندان وجود نداره که نشون بده دقیقاً امتداد جهان چقدره. در این ویدیو از پاراگراف به این سوال اساسی پاسخ میدیم که جهان چقدر بزرگه. قبل از اینکه به اندازه کیهان برسیم، بیاین ابتدا کمی به سن کیهان فکر کنیم. ما تا سال 2010 تخمین دقیقی برای سن جهان نداشتیم. به لطف داده‌های جمع‌آوری شده توسط رصدخانه فضایی پلانک، امروز می‌دونیم که جهان تقریباً 13.8 میلیارد سال سن داره، با تقریب حدود 20 میلیون سال بیشتر یا کمتر. ما این عدد رو با مطالعه سرعت انبساط جهان و تابش پس‌زمینه مایکروویو کیهانی که به اختصار بهش CMB میگن به دست آوردیم. CMB تابش باقی مونده از انفجار بزرگه که توسط ستاره شناسان محاسبه میشه. قدمت CMB به حدود 380 هزار سال بعد از بیگ بنگ میرسه، درست زمانی که ذرات شروع به تشکیل اتم کردن. حالا اگر فرض کنیم که کل کیهان 13.8 میلیارد سال سن داره، اشتباه کردیم. بلکه جهان قابل مشاهده میتونه به 13.8 میلیارد سال نوری در هر جهت گسترش پیدا کرده باشه، که قطر کل جهانی که ما میتونیم ببینیم رو تقریباً 28 میلیارد سال نوری میکنه. امروزه هم دانشمندان فهمیدن که جهان قابل مشاهده بسیار بزرگتر از این اعداده و قطرش در حدود 93 میلیارد سال نوریه. این یعنی این که ما یک جهان قابل مشاهده داریم که بسیار بزرگتر از اون چیزیه که به نظر میرسه. اما چطور چنین چیزی ممکنه؟ چند دلیل وجود داره که این اتفاق افتاده. بزرگترین دلیل انبساط کیهانیه، چون فاصله بین فضاها یا اسپیس بین ذرات در کیهان سرعتشون در هر لحظه که از هم دورتر میشن بیشتر هم میشه. با این حال یک نظریه بحث برانگیز در بین گروه کوچیکی از دانشمندان وجود داشت که برخلاف اونچه که نظریه های انیشتین بیان میکرد، میگفتن سرعت نور ثابت نیست. این دانشمندان از دهه 1990 استدلال می‌کردن که سرعت نور زمانی به طور قابل توجهی سریع‌تر بوده و در واقع الان در حال کم شدنه، تا اینکه به سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه رسیده. با این حال این هنوز یک نظریه خاص به شمار میره. اما فعلا پذیرفته شده ترین توضیح برای این پدیده اینه که سرعت انبساط جهان بیشتر از سرعت نوره. از زمان انفجار بزرگ جهان در حال گسترشه و برای مدت طولانی معتقد بودیم که سرعت گسترش فضا داره کم میشه، تا اینکه در سال 1998 مطالعه‌ای که فاصله دو ابرنواختر بزرگ رو اندازه‌گیری کردن به طور واضح نشون داد که انبساط کیهانی در حال شتاب گرفتنه و سرعتش کم نشده. اما دانشمندان چجوری میفهمن که جهان سرعتش بیشتر شده یا داره کم میشه؟ روشی که فیزیکدانان برای گسترش جهان استفاده می‌کنند، انتقال به سرخ نامیده میشه. اساساً از اونجا که طول موج‌های قرمز نور طولانی‌ترن و فرکانس کمتری از طول موج‌های آبی دارن، یعنی منبع نوری که منتشر شده و به چشم ناظر که ما هستیم رسیده، در حال دور شدن از ماست. این پدیده مثل اثر داپلر در بسامد امواج صوتی به شمار میره. انتقال به سرخ در محاسبه مسافت و سرعت بسیار ارزشمنده و مهمه که توجه داشته باشیم که ما تخمین‌هایی از سرعت انبساط کیهانی هم داریم که همونطور که گفتم سریع‌تر از سرعت نور اتفاق می‌افته. یک تخمین سرعت تورم کیهانی رو 68 کیلومتر در ثانیه در هر مگاپارسک می‌دونه. این باعث میشه انبساط بسیار سریع‌تر از سرعت نور باشه. ولی مگه تا حالا به ما نگفتن سریع‌تر از سرعت نور وجود نداره؟ پس چطور میشه جهان با سرعت بیشتر از نور گسترش پیدا کنه؟ گسترش جهان اساساً ایده سریع‌تر بودن از سرعت نور رو در هم نمیشکنه، چون محدودیت سرعت نور به حرکت اجسام در فضا اشاره میکنه، اما گسترش کیهانی در فضا اتفاق نمیفته، بلکه خودش با گسترش پیدا کردن فضا رو تولید میکنه. یک بادکنک رو فرض کنین که در حال باد شدنه. داخل بادکنک
همین جهانیه که ما میدونیم. بیرون بادکنک مطلقاً هیچ چیز نیست و هر چیزی که ما اسمش رو فضا میذاریم درون بادکنک قرار داره. حالا با بیشتر شدن باد این بادکنک فضاهای بیشتری ایجاد میشن که از قبل وجود نداشته. شاید تصور این موضوع کمی سخت باشه و بگیم چطور ممکنه، اما دلیل اینکه همچین تصوری میکنیم اشتباه ذهن ماست. چون ما فکر میکنیم این بادکنک داره داخل یک اتاق بزرگ باد میشه، پس فضای داخل اتاق رو به عنوان فضای موجود در نظر میگیریم که با باد شدن به فضای بادکنک اضافه میشه، ولی در اصل هیچ اتاق یا فضای بیرونی وجود نداره. برای اینکه بهتر در مورد این موضوع اطلاعات کسب کنید، قبلا یک ویدیو ساختیم در مورد لبه و مرز جهان. لینک اون ویدیو و سایر ویدیوهایی که ممکنه نیاز باشه ببینید رو داخل توضیحات پایین ویدیو قرار میدم. حتما تماشا کنید. در نهایت همین انبساط فضا با سرعت بیشتر از نوره که جهان قابل مشاهده رو از یک لبه به لبه دیگه تا 93 میلیارد سال نوری رسونده. توجه کنین که جهان قابل مشاهده اون بخشی از جهانه که نورش رو میتونیم ببینیم. ما از اون چه پشت جهان قابل مشاهده است هیچ اطلاعی نداریم، چون سرعت انبساط کیهانی اجازه نمیده نورش به ما برسه، که البته هیچ وقت هم نمیرسه. در حقیقت ما نمیدونیم که جهان غیر قابل مشاهده چقدر بزرگه، اما میتونیم بر اساس شکلی که جهان قابل مشاهده ممکنه داشته باشه حدسایی بزنیم. اگرچه نمیتونیم با اطمینان بگیم، محتمل ترین حالت اینه که جهان عمدتاً مسطحه اما کمی خمیده است و درجه انحنای جهان هم ناچیزه. اگر قوانین فیزیک در فراتر از مرزهای جهان قابل مشاهده با قوانین فیزیک موجود در جهانی که میبینیم یکی باشه، که البته هیچ دلیل قانع کنندهی هم نیست که بگه یکسان نیست، در این صورت وسعت جهان حدود 23 تریلیون سال نوری خواهد بود. از طرف دیگه تیمی از دانشمندان دانشگاه آکسفورد با تجزیه و تحلیل آماری که بر میزان احتمال صحیح بودن یک مدل با توجه به داده‌ها تمرکز می‌کنه فهمیدند که جهان حداقل 250 برابر بزرگتر از جهان قابل مشاهده است. در این صورت جهان حداقل 7 تریلیون سال نوری وسعت داره. پس طبق محاسبات موجود کل کیهان حداقل 7 تریلیون سال نوری وسعتشه و طبق تخمین‌های فیزیک تا 23 تریلیون سال نوری هم میتونه باشه. اگر جهان این درجه از انحنار رو نداشته باشه، به طور بالقوه میتونه یک صفحه مسطح و بی‌نهایت باشه. این درسته که بسیاری از پدیده‌های پیچیده در جهان مسطحن، مثل کهکشان‌ها. قبلا هم یک ویدیو ساختیم که چرا کهکشان ها مسطحن ولی سیارات کروی. پس تصور مسطح بودن جهان دشوار نیست. از بسیاری جهات بشر هنوز در ابتدای سفر و شناخت کیهانی قرار داره. در سال 2009 فضاپیمایی به نام پلانک به منظور محاسبه مقیاس جهانی به فضا ارسال شد تا یافته های ما رو از اونچه در مورد کیهان میدونیم افزایش بده. حدود 100 سال پیش ستاره شناس آمریکایی به نام هنریتا لویت روشی به نام شمع استاندارد ابداع کرد که توسط اون تونستیم فاصله ستاره ها و اجرام فضایی رو محاسبه کنیم. در مورد اندازه گیری اجرام در فضا هم قبلا یه ویدیو ساختیم، اینکه فاصله ها رو چطور تو فضا محاسبه کنیم. به هر حال این روش پایه‌ای ترین روش ما برای بررسی فاصله های طولانی فضای بیرونیه که تا اوایل دهه 1900 هیچ ایده‌ای در موردش نداشتیم. از اون زمان تا الان ساختن یک فضاپیمای پیشرفته مثل پلانک و توانایی تصویربرداری و رصد تابش پس زمینه مایکروویو کیهانی کل جهان یک شاهکار شگفت‌انگیز به شمار میره. حالا میدونیم که 200 میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری وجود داره و میدونیم که چقدر از مرکز کهکشان فاصله داریم. ما حتی میدونیم که نزدیکترین کهکشان همسایه‌مون آندرومدا در مسیر برخورد با کهکشان راه شیری قرار داره. هیچ یک از این محاسبات چند دهه پیش امکان پذیر نبودن. در نهایت ممکنه هرگز اندازه واقعی کیهان رو ندونیم، چون همیشه با سرعت بسیار زیادی در حال بزرگ شدن و انبساطه. هنوز مشخص نیست نقطه پایانی انبساط کیهانی چقدره. هرچند ممکنه تورم کیهانی روزی کند بشه. البته که هیچ نقطه اثباتی برای این ادعا وجود نداره، چون این امکانم هست که وقتی تورم کیهانی به یک نقطه خاص برسه، جهان در نهایت در یک مرگ گرمایی بمیره.
یعنی جایی که هیچ انرژی یا گرمای جدیدی ایجاد نمیشه و همه چیز دقیقاً در همون دما قرار میگیره و به انرژی تاریک یک نواخت تبدیل میشه. متناوباً اگر جهان برای همیشه در حال انبساط باشه، میتونه مرگ سرد رو تجربه کنه، جایی که همه چیز بسیار سرد و دور از هم میشن و نمیتونه از زندگی پشتیبانی کنه. به هر حال ما فقط نمیدونیم کل جهان چقدر بزرگه، اما هنوز با بخشهایی از جهان که میتونیم فعلا بررسی کنیم دستمون پره و همین جهانی که میشناسیم واقعا چقدر بزرگه. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.